بتوید بچه ها، بعد از مدت ها پارسالیف بزرگ برگشت به میادین ویدیوهای یوتیوب و قراره که رگباری به صورت دارکوبی یوتیوب حمله کنیم و ولاگای سمی بذاریم. ولی چه ولاگایی؟ ولاگایی که ما صدام چرا گرفته؟ ولاگایی که دیگه ما استانبول نیستیم و ما ونکوور هستیم، کانادا. خیلی اینجا باله، خیلی چیزای عجیب غریب و جدید و چیز دیگه تکراری نریم تو استانبول. نشوتو ببینیم اینجا خیلی وسعتش بیشتر از استانبوله و زندگی 160 درجه متفاوت. مدل برخوردای جور دیگه است. مردم احترام میذارن به هم دیگه اینجا و قوانین روی تراست، روی قانون اینجا، روی اعتماد کردن به قانونه. خب ما مدت کمی الان اینجاییم، 2 هفته است. الانم اونه گرفتیم با مامانم، من و مامانم با همیم. من که خیلی باحال اینجا دیگه، این شکلیه، خیلی چیله. نمای چیزو داریم، نمای داونتاون رو داریم اینجا. اینجا نورت ونه، اونم ویو شهره. نمیدونم بتونم زوم کنم یا نه. آره میشه زوم کرد. همونطور که میبینید اینم از داونتاون، دریا و داستان و اینا. خلاصه آلبومی هم که دادم، آلبوم ریبورن که اومد، فقط یه رفع کتی بود و میخواستم کار داده باشم بیرون براتون. نگران نباشید، برنامه‌های خیلی خفن‌تر، خیلی موزیکای باحال، فیتای خیلی باحال داریم. و اینکه یکم تایم بگذره کنسرت ونکوور رو داریم، بچهای کانادا ایشالله تور کانادا رو بذاریم. فعلا داریم صحبتاشو میکنیم ببینیم چه شکلیه، به چه صورته. و اینکه دیگه قراره که داستانو دیگه اینجا خیلی دیگه عجیب غریب بتره کنیم. الان هم قراره ببرمتون بیرون، یکم اینجا رو بهتون نشون بدم، تو ماشین بهتون حرف بزنم. با من همراه باشید، دوستتون دارم. سابسکرایب یادتون نره، لایک هم همین الان بزنید، کامنت عاشقان پارسالیپ یادتون نره. لتس گو. الان اومدم تو اتاق، من تختم خیلی نرم و گرمه، هنوزم وسایلم اینجاست، چمدونو به نجه گرفتم که اینجا براتون یه ویدیو بگیرم. ولاگ، ولاگ خوابه. امروز داشتم به این فکر میکردم که یه موقعی چقدر فعال بودم توی یوتیوب، یا یه موقعی چقدر فعال بودم توی موزیک، و واسه هر کدومشم یه انگیزه ای داشتم. ولی بعد یه سری اتفاقات خیلی سنگین زندگی، و نمیدونم داستان این زندانه و اینا چقدر اصلا، ببین تو 2 ماه پیش من کجا بودم الان کجام، مخم ریده. درک کردنش واقعا سخته، واسه اینکه آدم از 1 ماه 2 ماه بعد زندگیش اصلا خبر نداره که چی قراره بشه و کجاست. یعنی تو شاید بتونی مثلا تا 4 روز بعد تو حدس بزنی، نه تازه اونم واقعی حدس بزنی، ولی تا 2 ماه بعد تو میتونی دست بزنی. ولی من تا 5 سال بعدم حدس زده بودم 5 سال پیش. نمیدونم، شاید کسی در حد من توی حدس زدن نیست. اینجاست که باید به من بدید نمره B. تو این ویدیو احتمالاً یکی از بست فرندام ببینید، علیو احتمالاً بریم اگه بیاد تو ویدیو، یعنی باشه. دیدید قبلا تو ویدیوهای پوریا دیدش، فکر کنم با هم یه ویدیو بودیم. آره این ویدیو احتمالاً میبینیدش، پسر خیلی باحالیه. آقا یه چیز دیگه‌ای که خیلی تو مخم میره این روزا سر اینه که پیج من، پیج اینستاگرامم از شادوبن در اومد. ریلزم مثلا 1 میلیون ویو خورد، استوریام شد مثلا 150K ویو. گفتم به درست شد. بعد دوباره امروز رفتم تو اینستاگرام، اینا استوری 20K ویو خورده. چیه این داستانش؟ خرابه، داره ما رو گول میزنه. کسایی هم که این کارو بلدن بهشون گفتم، گفتن که نه این الگوریتم یوت نمیدونم اینستاگرام خرابه داستانه. نمیدونم، خلاصه دیگه اینستاگرام هم حال نمیده. یوتیوب هم وضعیتای خودشو داره میکنه. جدیدنات میبینم حذف میکنه، پول کم میکنه، نمیدونم ویو میدوزه، نمیدونم چیکار میکنه، نمیدونم اینا خاطر شاید باتایی که ساختن اینجوری باشه، یعنی دارک باشه باتاشون. خیلی دوست دارم اینجا زندگی بسازم، زندگی کنم. انشالله بتونم، انشالله برنامه گذارا لاشخور نباشن. برنامه گذارا اینجا دارم میگم لاشخور نباشن، پول ندوزن، بدبختمون نکنن، بتونیم کنسرت بذاریم، آدم بیاد حداقل اشغال کنه. خب بچه‌ها من نهارو زدم، یه نهار باحال زدم، یه نهار خیلی خوشمزه زدم. برنج بود با خورشت نارنجی رنگ، قیمه نبود. ولی باید سریع‌تر سوار بر ماشین بشم تا قبل اینکه کشته بشم. داریم میریم به سمت یه مارکت ایرانی، زدم پرشین مارکت نیر می تو گوگل و یه سری مارکت اومد. داریم میریم اینجا، زیادم دور نیست به خونه ما. و اینکه میخوام برم ببینم که آیا چی داره اونجا که به شما نشون بدم. بچه کسایی که کانادا نیستن دارم اینو میگم، اینجا حتی شیر همومم یه مدل دیگه ای باز میشه. چقدر این محله ها خوشگلن، محله های زیبا، محله های نمکی. تابلوهای استاپ هم که میبینید، بازم میگم اینو دارم برای کسایی که میگم که کانادا نیستن، حالا بعد جرمون ندین کسایی که تو کانادا میگن داداش خیلی زرنگی. تابلوهای استاپ وقتی میرسید بهش باید
سه ثانیه وایسید، یعنی 100%. چون مثلا میبینی یه موقع هست این تابلوهای استاپ چهار طرفه نیست، مثلا به یه چهار میرسی، فقط واسه دو طرفه، بعد اونا دارن میان، یعنی با سرعت میرن، یعنی چیز عجیب غریب، یعنی باید وقت همون وایسی. ولی اگه زیرش زده بود استاپ فور وی، یعنی که هر کی زودتر رسید به چهار را نوبتشو بره، نوبت نوبتی میشه. با اینجایی که داریم میریم یه جایی توی نورتون، اسم اینجا رو یادم نیست، یابون 20 بود چی بود اسم اینجا رو یادم نیست درست، ولی همه ایرانیه. یعنی مغازه‌ای که میگم اینجا بزنم بهتون نشون بدم، سوپرمارکت پرشیا. اینجا میتونید به میوه های پرتقال بهتون میام چند تا پرتقال قیمتش 1.29، شاید باورتون نشه. سیب خوشتم گالا 99 سنت. همه دیگه میری تو دیگه، بکنم نتوام زیاد صحبت کنم برای تو فارسی، ولی خیلی باحاله. روب گوجه فرنگی اتا دیدیدیدیم، روب گوجه فرنگی اتا کنسپ، روب گوجه فرنگی توسم خیاشور توسم. اوه حواس کردم. آها از این چیزای الیت، این چیزای ایرانی چی بود باش سوپ درست میکردن اون شکلی. بچه همون تو که میدید ماست پگاه، ماست ایرانی پرشن یورت. ماست خوشمزه، خیلی چیزای عجیب غریبه. این استور خیلی بزرگ و باله، اینجا حتی فرش هم مثل که میفروش. برنج سبز شمال، برنج باسمتی درجه یک، اینا ایرانیه. برنج گلستان سلام، برنج دودی ایرانی، اینو بخورید دودی میشید. به اینا میگن روب ایوان، روب گوجه فرنگی، گوجه فرنگی میگم روب انار، روب لیمو. یه دونه نمیدونم چیه ولی مال کیویه، لواشه که ترش کیویه چیه. اینو میخوام تست کنم، حالا دو سه تا چیز دیگه هم میگیرم تو ماشین، میخوام خودم خفه کنم. جوجه های تمدار شده، به به اینجا رو نکن، جوجه مرینید شده. دوست عزیزم رو گرفتم با طعم کیوی، جالبه نه؟ از دقیقا توی مغازه ببینیم اسپون بهمون میده بچه. هم مغازش خلوت بود روم نشد قاشق بگیرم، یه اومدم یه قاشق بگیرم، سلام گرمی با هم کردن، گفتن الان باید یه چیز بخرم به زور، یه کیکی سیاد بخرم که یه قاشق بندارم. فکر نمی کردم رپر بزرگ مردمی رستوران داشته باشه. بریم از رستوران یاس تقاضای قاشق یک بار مصرف کنیم. آقا اینجا ما مجبور شدیم دیگه قاشق یک بار مصرف رو پیدا کنیم برای این محصولی که دارید می‌بینید. ما یه قاشق یک بار مصرف پیدا کردیم در رستوران یاس. هر جای دنیا هستی بدون که ما از رستوران یه قاشق دزدیدیم. قاشق رو چشیدم، رفتم از سوپرمارکت یه بسته ترشک خریدم، باز میکنیم ببینیم چه طعمی این ترشک کیوی. شنیدم کیوی خیلی ترشه، شنیدن که دروغ گفتم چون خوردم. ترشیش دهنم آب افتاده جی. عجب چیزیه این، ببین هم ترشه هم ملسه و تیکه تیکه های کوچیک کیوی لواشک شده است. بچه ها راستی من یه سری ولاگ گرفتم اولش اینجا بودم، بعد یعنی اینجوری نبود که حواسم بهتون نباشه، بعد که ولاگا رو دیدم دیدم همش توش دارم اینجوری میکنم وای اینجا چقدر قشنگه، وای اونجا چقدر، اینجا چقدر خوبه، اونجا چقدر خوبه. خلاصه اینقدر وای 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 بود توش دیگه ترجیح دادم دیگه استفادهش نکنم، بذارم قشنگ هم جا افتادم، بعد گذاشتم باید یه کیس کامپیوتر بخرم، وسایل کامپیوترم رو خودم اسمبل کنم، پیچ کنم، مهر کنم، بزنم به هم دیگه اونجا وصل کنم. خیلی هم کار سختیه، وای چقدر کار دارم، خدایا میمیرم. و بعد تازه پاورم اووردم، پاورم باید خودم وصل کنم دیگه. یاد متی آی سی بخیر، الان اینجا بود میومد اینجا میبردم شکم این ترشکا بشونم حالش بد میشد. یا این کارو باید فکر کنم با علی انجام بدم. آقا با ما همراه باشید، میخوام برم یه دوری بزنم، با منم بیاید. بچه ها من اومدم خونه، لباس عوض کردم، خیلی سرد شده بود و
شلوارک بودم. قراره که برم میز کامپیوتر اینا بگیرم و سریع این کارا بکنم. قراره بریم یه جای خیلی دور. اینجا هر محله‌ای که می‌خوای بری 30 40 دقیقه طول می‌کشه. اصلا عجیب غریبه. بدون ترافیک ها. مثلا همیشه اومدم بنزین بزنم. بنزین زدم اینجا نمی‌دونم حالا گرونه یا ارزونه. مثلا الان زده 90 دلار میشه 39 لیتر. بچه‌ها اینجا رو می‌کنید. همش قطعات کامپیوتر چیدن. نمی‌دونم خیلی بمبه. بعد تخفیف‌های خیلی خفن. مثلا اینجا نکنید فنای مثلا سی پی یو اکثرا برندش حالا اینجا نزگیت زده ولی لیانلی خیلی داره اینجا هم کسایی که آشنان با برند لیانلی پر آیتم اینجا یه شبیه کارخونه خیلی بزرگه اینجا ما هم دنبال یه فن لیانلی میگردیم واسه کیس هم که اونو بگیریم از اون موقع که من داشتم رانندگی میکردم ساعت الان نمیدونم 2 ساعت فقط تورا بودم بعد اومدم اینجا موشن گری برای میز و این چیزا میز از این میزای استندی که برقی میاد بالا وای میسته میتونی وایس پشت کامپیوتر برای تو میشه دیل کردم میزو خریدم 160 دلار این میزه است و خیلی کامپکت و خفن ساختن پایه‌اش سفیده خودش هم قهوه‌ایه میاد بالا پایین با این دکمه حالا میریم اینا رو اسمبل میکنیم یه سری وسایلم خریدم برای کامپیوتر و اینا خلاصه که عرضم به حضورتون که دیگه شهید شدم تا اینجا بکنم ویلاگ یکم طولانی شد خیلی دوست دارم که ادامهشو ببینید پس ادامهشو تو ویلاگ بعدی میبینید که قراره کجا برم الان بعد اینجا خیلی دوستتون دارم مراقب خودتون باشید یادتون نره حتما لایک کنید از این ویلاگا میخوام براتون همینجوری هر روز دیگه بذارم یعنی هر روز که نه هر دو روز یه بار براتون بذارم جوری که دیگه بشه دیگه انجام بشه خلاصه دمتون گرم مرسی که تا اینجا دیدید این ویلاگو اتفاقای عجیب و غریب در ویلاگای بعدی خداحافظ